آن گونه که طالبان در اعلامیه ایشان گفتند قرار بود که بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان و این که از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر بهره برداری نشود از موضوعات بنیادین در گفتگوهای سال باشد. اما به باور این گروه امریکا موضوعات تازه‌ای را شامل برنامه‌های بعدی روند گفتگوها ساختند. در این مجلس در ابوظبی شروع سوزمت فکر باندې پاغه کی خارجان او یا د امریکانو د امریکا استازي خلیلزاد چو هغه اجنډا د شپږو میاشتو اوربند را مخته کړیو دا اجنډا ګرځ نه وای اجنډا ګرځ نه کړو. منابع نزدیک به طالبان میگویند که بازداشت یک عضو ارشد این گروه در پاکستان نیز بخش از فشارها بر این گروه است تا با حکومت افغانستان به گونه مستقیم گفتگوها را آغاز کنند. تمو چې خلیلزاد به پاکستان تزی او هلته به طالبان د پاکستان د فشار په نتیجه کې له خلیلزاد سره لیدنه کوي چې طالبانو دا ونه منله. مهمه په کې دا ده چې خلیلزاد یو ډول هغه تیر وطنی کوي چې نورو امریکایانو له د مخکې کړی دي. شورای عالی سال به این باور است که طالبان با این گونه موضع‌گیری ها در پی بعد از آوردن امتیازهای بیشتر هستند. این گونه موضوع بیشتر به هدف در واقع فشار بر طرف و به هدفی است که طرف را وادار به امتیازدهی یا کوتاه آمدن بسازد. با این همه نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سه شنبه شب در دیدار با رهبران حکومت و برخی از چهره های سیاسی کشور هدف از سفرهایش را به کشورهای منطقه ایجاد یک اجماع منطقه‌ای در روند صلح افغانستان گفته است. با بیگانه ناست که دکتر زلمی خلیلزاد چین، هندوستان او متحده عرب امارات ته د خپل سفر جزئیات جمهور رئیس غنی سره شریک کړل. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تا اکنون سه بار با طالبان دیده است، دو بار در قطر و یک بار هم در شهر ابوظبی. اما دیدار چهارمی او با طالبان که قرار بود در قطر انجام شود به علت آنچه که از سوی طالبان اختلاف ها بر سر آجنده این دیدار گفته شد لغو شد.